میری تو بازار میخواید مادربرد بخرید مثلا میگن چیپ Z490 داره میری نگاه میکنی میبینی N تا مانیتور هستش که چیپ Z490 داره با قیمت های مختلف یه وقت بازه قیمت تا 10 میلیون تومن هم هست همین الان این مادربرد که اینجاست اختلاف قیمت تا 10 میلیون تومن دارن چرا؟ چرا اینجوریه؟ چرا میتونه مادربردها ها این همه رنج مختلف داشته باشه در حالی که چیپستشون یکسانه امروز قرار از زیرو بم چیپست رو واسه تون در بیارم و بگم که چه چیزایی توی چیپست ها میتونه متفاوت باشه و چی میشه که مادربردها این همه تفاوت قیمت زیادی پیدا میکنن وقتی چیپست همشون یکسانه با من همراه باشید سلام من اردشیر کاویانی هستم اینجا چاره کامتره و امروز هشت تا مادربرد Z490 از برند محبوب ایسوس اینجاست که میخوام با همدیگه اول بریم یک میخوام یک سری ویدیو براشون بسازم هر کدوم جداگونه بررسی میشه ولی اول میخوایم بریم سراغ جواب این سوال چرا این همه تفاوت چرا یه مادربرد تولید نمیشه با این چیپست چرا دو تا دونه فوقش تولید نمیشه این همه مادربرد هشت تا اینجاست فکر کنم هشتا دیگه هم داره که اینجا نیست از همین چیپست شاید هم کمتر ولی حالا با هم دیگه میتونیم ببینیمشون ولی موضوع اینه که خب چرا این اتفاق میفته مگه چیپست چیه که این همه دست سازنده رو باز میذاره که بخواد در رابطهش این کار رو انجام بده قبل از هر چیزی میخوام از فروشگاه میلاد نور تشکر کنم که این محصولات رو در اختیار من قرار داد که بتونم بررسی کنم بررسیشون رو بسازم و براتون قرار بدم لینک وبسایتشون توی توضیحات هست به وبسایتشون حتما سر بزنید همه مادربردها رو موجود دارن انحصاری برند ایسوز رو کار میکنن و میتونید ازشون تهیه بکنید خب بریم سراغ بررسی چیپست ببینیم اصلا چیپست چیه که میتونه این همه دست ما رو باز بذاره ببینید شرکت اینتل چیپست اینا Z490 اینتل شرکت اینتل میاد سالانه غیر از اینکه CPU تولید میکنه ما هممون اینتل و AMD رو به اسم CPU ساز میشناسیم غیر از اینکه CPU تولید میکنه میاد چیپست مادربرد رو هم تولید میکنه چیپست مادربرد یعنی یعنی مغز مادربرد مغزشو اینتل میسازه میسازه بعد به سازنده ها به ایسوز، ایسوس، MSI، گیگابایت، ازراک و غیره میگه آقا من این چیپست رو ساختم با یک سری مشخصات حالا میتونی بیای این چیپست رو از من بخری بر اساس اون بردی تولید کنی که سی های مثلا یه نسل خاصی رو ساپورت میکنه الان چیپست Z490 اینجاست CPU های نسل 10 رو ساپورت میکنه همیشه اینجوریه که دو نسل رو هر سیپیو ساپورت میکنه پس احتمالا باید نسل 11 رو هم ساپورت کنه البته که من یه حرفی شنیدم که انگار چیپست نسل 11ش فرق میکنه و قرار سری 500 بیاد برای ساپورت کردن نسل 11 ولی فکر میکنم اگه طبق روال قدیم باشه یه آپدیتی روی بایوس این مادربورد ها میاد و همینا هم میتونه چیپست نسل 11 رو هم پشتیبانی بکنه پس نکته اصلی اینه آقا سازنده چیپست اصلی همون سازنده پردازنده است اینتل که این رو میسازه اینتل میسازه میگه آقا بیا مادربرد رو بگیر بیا چیپست رو بگیر و روش مادربرد تولید کن حالا میخوایم بریم یه نگاه بندازیم به وبسایت سازنده یعنی بریم به وبسایت اینتل سر بزنیم چیپست Z490 رو سرچ کنیم و مشخصاتش رو ببینیم وقتی چیپست رو دیدیم میفهمیم که حد اکثر امکاناتی که میتونه سازنده مادربرد قرار بده چیاست و اون وقت میفهمیم که چرا این همه طیف گسترده میاد سازنده میره ما چیپست رو میگیره بعد میگه اوکی این چیپست این همه امکانات به من میده حالا من بیام یه ذره کمتر کمتر کمترش رو هم مادربرد بسازم چرا چون اگه بخوام فقط اون مادربرد حرفه ای رو بسازم بقیه بازار رو از دست میدم یه جایی از بازار به بازار پخش میشه دیگه یه سری گیمرن یه کیسا یه مادربرد خاص میخوان یه سری برای کارهای حرفه‌ای میخوان دیگه مثلا ار جی براشون مهم نیست یکی دیگه یه سری خیلی ساده میخوان از این استفاده کنن Z490 رو میخوان به واسطه امکانات بالایی که داره به واسطه سرعت بالایی که داره ای آی هوشمندی که مثلا ایسوز میذاره روش ولی نمیخوان برم ار جی بی خرج کنن یا نمیخوان خیلی هزینه کنن میخوان با هزینه کمتر بتونن بگیرن واسه همین برند ایسوس میاد 4 تا 5 تا 6 تا توی این مورد فکر نزدیک 14 تا مادربرد تولید میکنه با رنج های مختلف قیمت با کارایی های مختلف اندازه های مختلف که شما بتونید از اون استفاده کنید خب بریم با هم سایت اینتل رو ببینیم ببینید Z490 رو سرچ کردم چیپستش رو یه سری توضیحات اسم اختصاریش کامت لیک بوده پاییز 2020 اومده با سپید رو نما کنید تا 8 گیگا ترانسفر پر سکند میتونه انتقال داده انجام بده TDP یا ترمال دیزاین پاورش 6 واته یعنی 6 وات مصرف میکنه همینجوری که می‌بینید اورکلاک رو ساپورت میکنه پس ببینید چیپست داره اورکلاک رو ساپورت میکنه حالا امکان داره تو یه مادربردی شرکت سازنده بیاد ببنده جلوی اورکلاک رو نذاره اورکلاک کنید امکان داره اورکلاک رو باز بذاره بسته به سازنده داره دیگه قیمت حدودیش 50 دلاره برای پی سی و کلاینت و تبلت هم میتونه استفاده بشه این چیپست که حالا بسته به سازنده داره که میخواد مادربرد بسازه میخواد مادربرد تبلت بسازه یا هر چیز دیگری این قیمت 50 دلار قیمت حدودیه اساس تعداد فروششون فرق میکنه حواستون باشه یه چیپ میدن این مادربرد به این گندگی سازنده میسازه اصل قضیه مال اونه انگار خب حالا بریم سراغ مشخصات نهال کنید دو تا ماژول دو تایی رم ساپورت میکنه همینجوری که دارید رم رو میبینید مادربرد رو میبینید ما چهار تا رم اینجا داریم که هر کدومشون یه چنل میشن هر دوتا با هم دیگه یکی در میون دو تا رو ساپورت میکنه پس این مادربرد پس این چیپست میتونه چهار تا کانال رم به ما بده حالا شاید یه سازنده بیاد دوتا تا بذاره شاید هم نه همون چهار تا رو بذاره واسه اینه که رو بعضی از مادربردا میبینید که یه چیپسته ولی دو تایی داره و چهار تایی داره که البته خب چون این چیپست گرون و خفنیه هیچ وقت کس نمیاد این کار روش انجام بده رو چیپست های دیگه این کار انجام میشه سه تا دیسپلی ساپورت داره الان اینجا ما سه تا PCI میتونیم قرار بدیم ولی تو بعضی از مادربردش می‌بینی دو تا میذاره این کارو بکنی چیپست حداکثر تا سه تا رو جواب میده ولی امکان داره مادربرد بسته و تحتش کرده باشه دوتا انواع اکسپنشن آپشن ها رو نوشته که چه چیزایی رو ساپورت میکنه از چه ریویژنی رو ساپورت میکنه چند تا میتونید بذارید با چه کانفیگایی و نکته مهم حد اکثر پی سی آی لین ها رو نوشته که 24 تا میتونه باشه پی سی آی لین چیه حد اکثر ارتباطی که بین چیپست و پردازنده میتونه برقرار بشه با 24 تا خط میتونه انجام بشه حالا اگه این 24 تا رو اومدی مثلا دو تاشو برداشتی بابت M2 استفاده کردی PCI Express کارت گرافیکت باید بیاد رو نسخه پایینتر تر کار بکنه توی دفترچه مادربورد کامل اینا رو توضیح داده یه ویدیو دیگه حتما میسازم که چجوری از دفترچه مادربورد استفاده کنیم و بخونیمش تو اون بیشتر واسه توضیح میدم خب پورت های USB میگه 14 تا پورت USB میتونید بذارید با چه حالت هایی؟ 10 تا یو اس 2 میتونی بذاری که این 10 تا یو 2 میتونه 6 دونش 2 تا دونش CO2 جنریشن دو باشه که ده گیگابیت پر سکند ساپورت میکنه یا 10 تا دونه CO2 جنریشن وان بذاری که 5 گیگابیت ساپورت میکنه یا چهارده تا دونه یو اس تو بذاری پس کلاً 14 تا میتونه باشه حالا با هر ترکیبی که دوست داشتی سازنده مادربرد بیا این کارو انجام بده مثلا تو همین مادربرد ما الان 4 تا USB 3.2 جنریشن 1 داریم دو تا و 2 تا 3.2 جنریشن 2 داریم یه دونه USB 2 پشتش داریم یه دونه USB هدر اینجاها باید داشته باشیم این مدل USB هدر نداره خب USB هدر 3 و 2 اینجا نداره ولی یو اس دو اینجا دوتا داریم که میتونه اضافه کنه تا به 14 تا برسه تو بعضی از برن، تو بعضی از مدل های عدد میتونه بالاتر باشه دقت کنید خود ایسوس همین الان روی چیپ Z490 مادر مادربردی داره که فکر کنم بیشتر از 14 تا گذاشته وقتی بیشتر از 14 تا میذاره یعنی اینکه خودش روی بردش یه چیزی اضافه کرده که بتونه این کار رو انجام بده و خب قطعا قیمت خیلی بالاتر میره امکان پذیر هست تو بعضی از مادربردها. خاص یه چیزایی اضافه میکنن که ایسوس هم توی سری مکسیموسش این کار رو انجام داده یو اس پی ریویژن ها رو گفته که 3 و دو دو میتونه باشه حد اکثر 6 تا ساتا 6 گیگ ساپورت میکنه چیپست ما اینجا رید کانفیگوریشن 0 5 0 1 5 و 10 رو ساپورت میکنه روی ساتا هاش فقط ساپورت میکنه حواستون باشه یعنی ام رو نمیشه ریت کرد مگر اینکه ام وی رو بشه تغییر داد گذاشت روی حالت ساتا که کار خیلی درستی نیست خیلی هم گرونه شاد نصف اصلا اینتگریتد لند داره اینتگریتد وایرلس رو داره الان این مدل کارت وایرلسش رو نذاشته جاش رو گذاشته به صورت M2 سری ای و میتونید وایرلس اینجا اضافه بکنید تو بعضی از مدل ها مثل مثلا همین تاف گیمینگ وایفای که این پشت گذاشتم اصلا کارت شبکه وایفای گذاشته خودش و میتونید از اون کارت شبکه راست استفاده کنید ولی موضوع اینه که ساپورت میکنه وایفای 6 ای ایکس هم ساپورت میکنه و پی سی آی هایی که ساپورت میکنه اگه بخواید پی سی آی بذارید یه دونه 16 یا دو تا هشت ساپورت میکنه الان میبینید اینجا گوشته اینا سه تا 16 ولی اگه اولی رو رو 16 کار کردی بعدیا دیگه ساپورت نمیشه و یه دونه هشت و دو تا چهار ساپورت میکنه پس میتونی سه تا بذاری اولی هشت دو تا بعدی چهار اگه اولی رو 16 گذاشتی دیگه بقیه ساپورت نمیشه دو تا بذاری دو تا هش کار میکنه با هم دیگه این به خاطر همون پی سی آی لینه لینایی که داره اشغال میکنه به این ترتیب دقت کنید میفهمید که آمد پکیج سایز اندازه خود چیپست رو واسمون نوشته و تکنولوژی هایی که ساپورت میکنه که حالا هر کدومشون داستان داره که دقیقا چی میتونه باشه این تکنولوژی ها پس اینجا کاملا اون چیزایی که ما لازم داریم و گفته و قسمت بعدی سکیوریتی ان ریلایبیلیتی گفته که مثلا ITE رو ساپورت نمیکنه اینتل تراستد اکزیکیوشن تکنولوژی رو ساپورت نمیکنه ولی مثلا اینتل بوت گارد رو ساپورت میکنه و یه سری چیزای دیگه این توضیحات رو دادم که ببینید آقا چی میشه که سازنده های مختلف میان محصولات مختلفی رو با یه چیپست تولید میکنن همین الان این مادربرد مثلا USB هدر CO2 نداره ولی تو بعضی دیگه مادر بر داشت USB هدر CO2 داره. این ستهایی که سری ROG تولید کرده وای-Fi میخورن کارت شبکه وای فای روش، ولی سری پرایماش فکر کنم مثلا نمیخوره یا اینجا وایفای اضافه کرده تو یه مدل دیگهش عین همون وایفای رو اضافه نکرده حالا هر کدوم رو جداگونه بررسی میکنم و بررسیش رو واسهتون میذارم که ببینید ولی درک این قضیه مهمه که آقا چیپ که قرار مشخصات رو تعیین کنه من اگه قرار مادربرد انتخاب کنم اول برم ببینم اون چیپستی که من میخوام نیازهای منو برآورده میکنه یا نه بعد توی برندهای مختلف توی بازه های قیمتی مختلف دنبال مادربردی بگردم که اون کاری که میخوام انجام بده مثلا الان رید یه چیز معمول شده همه مادربرد دیگه دارن رید و ساپورت میکنن ولی نزدیک 4-5 سال پیش من میخواستم سیسه سی ببندم که حتما برای جایی ریدش بکنم خیلی باید میگشتم دقیقا چیپستی رو پیدا میکردم که رید ساپورت کنه بعد مادربرده هم ریدش رو گذاشته باشه همین الان رید 6 رو ساپورت نمیکنن و من اگه بخوام رید 6 استفاده بکنم یا باید برم پی سی اکسپرس جدا بگیرم اشغال بکنم یا بگردم یه چیپستی پیدا کنم که مثلا رید 6 ساپورت بکنه واسه من پس این قضیه مهمه لازمه که ما چیپست ها رو بشناسیم و بدونیم که دقیقا چه مادربردی رو اساس نیازمون انتخاب کنیم یه توضیح هم بدم همین الان هشتا مادربورد اینجاست این مادر های ایسوس چهار سری مادربرد داره سری مکسیموس داره که خفن ترین سری شه. بعد سری آروجیه که سه تا آروجی ما اینجا داریم F و H و A ای رو اینجا داریم با هم دیگه بررسیشون میکنیم بعد سری تاف گیمینگ رو داره پنج تا سری داره نه چهار تا بعد سری تاف گیمینگ رو داره که دو تا مادربرد داره بعد سری پرایم رو داره و یه سری دیگه هم سری پرو آرت که یه سری خیلی خاص از این ایسوزه که مثلا قیافه و خوشکلی حالتی که آر جی بی باشه و این چیزهایی که برای آر جی هست رو نداره ولی یه بوده که مخصوص طراحات ساخته شده حرفه‌ای و خیلی به درد بخور توی ویدیوهای بعدی میخوام دونه دونه اینا رو با هم دیگه بررسی کنم احتمالا دو سه تا رو با هم دیگه اونایی که توی رده هستن رو با هم دیگه بررسی میکنم همه رو میخوام براتون ویدیوشو بسازم و امیدوارم که از این سری ویدیوها خوشتون بیاد بازم تشکر میکنم از فروشگاه میلاد نور که این محصولات رو در اختیار من قرار داد تا بتونم این چند تا ویدیویی که خیلی وقت هم بود میخواستم بسازم رو براتون تولید بکنم اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه هنوز سابسکرایب نیستید توی اینستاگرام آیدیش هم اینجا هست ما رو فالو کنید من اونجا استوری بیشتر میذارم شاید به دردتون بخوره چیزایی که میگم ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید این فهم چیپست خیلی میتونه کمکتون بکنه که خرید هوشمندانه انجام بدید لایک و کامنتی یادتون نره حتما کامنت برام بذارید توی کامنت چیزی بنویسید که به ما هم دلگرمی بده یا حداقل بنویسید که کدوم یکی از این مادربوردا رو دوست دارید داشته باشید امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید من ادیشر هستم اینجا چاره ای کامپتره فعلا خدا نگهدار